بتونم از طریق اسکایپ در خدمتتون باشم. من متأسفانه سر میتونم در خدمت باشم، ولی پیشاپیش امیدوارم کنفرانس خیلی خوبی داشته باشیم. امروز رو فکر کنم حدود 500 دقیقه وقت دارم. این روز رو میخوام بگم روز جهانی زندانیان سیاسی. واقعا تنها یک روز نیست، ما در شرایط این روز رو برگزار میکنیم، کنفرانس رو برگزار میکنیم و همینطور کنفرانس گوتنبرگ سوئد رو که دیروز داشتیم که چهره ایران خیلی عوض شده، اعتراضات بسیار زیادی در جریان هستش، اعتراضات کارگران، اعتراضات در اقصای مختلف، اعتراضات به اخیرش اعتراض کارگران فولاد اهواز بود و پافشاریشون برای اینکه باقی مانده این کارگران در نفری که موندن هرچه سریعتر آزاد بشن. وقت شما نگاه میکنید حتی شده 6 ماه پیش نسبت به 1 سال پیش متفاوت تو ایران و اون شبه اعتراضی رو میبینیم. همین حالا ناهدی برسافرانیش و همینطور موجه برنامه صحبت کردن، از اسامی زندانیان سیاسی رو بردن صحبت کردن در رابطه با اینکه چه وضعیتی حاکم هستش. همه شما مطمئنم روزانه اخبار زندانیان سیاسی رو داریم دنبال میکنیم. وقتی یک خبر رو میخونیم هنوز اون خبر رو هضم نکردیم تو ذهنمون، خبر دیده ایم، خبر رامین حسین طلایی و اینکه هر لحظه اعدام ممکنه بشه ذهنمون رو پر کرده. وقتی که خبر محمد طلاس میاد یکی دیگه همینجوری بیشتر هم دیگه، وقتی اون تصویر رو نگاه میکنید حتی فرصتی نمیکنید پروسه کنید تو ذهنتون. و من دعوت کنم ازتون که یک لحظه فاصله بگیریم، یک لحظه از دور نگاه این اخبار بکنید و میخوام از شما بپرسم، از ذهن خودتون بپرسید وقتی این اخبار رو میخونید، وقتی اسم رامین رو میشنوید، وقتی اسم محمد رو میشنوید، وقتی اسم آتنا و گرگوف رو میشنوید، وقتی اسم زاریان و لقمان رو میشنوید و این اخبار رو میبینید، اسم زندانی سیاسی رو میشنوید، چه کلمه میاد تو ذهنتون؟ چی براتون تداعی میشه؟ وحشت، ترس، شکنجه، امید، آرزو، مقاومت، اعتراض، همه اینا ممکنه باشه و یکی دو تاش باشه. و واقعا این روز نه تنها روز این زندانیان هستش، روزی هستش که در مورد جنایات دهه 60 هم صحبت میکنه. خود شما که در سالن هستید ممکنه زندانی دهه 60 بوده باشید. وقتی که در رابطه با دهه خونین 60 فکر میکنید، در رابطه با اون زندانیان که 2 دقیقه وقت داشتن و اعدام شدن، در رابطه با گروههای دست جمع وقتی فکر میکنید، چی به ذهنتون میاد؟ چی هستش؟ وحشت قلبتون رو گرفته؟ امید؟ آرزوی؟ مبارزه است؟ چی هستش؟ شما اینو یه گوشه ذهنتون دوست دارم داشته باشید با خودتون و ببینید چی میاد تو ذهنتون، شاید هم بهش فکر کردید. شما وقتی که نگاه میکنید به وضعیت زندان، نمیتونید فقط به وضعیت زندان نگاه کنید بدون اینکه ببینید تو ایران داره چی میگذره. وضعیت زندان به هیچ عنوان بهتر از دهه 60 نیست، بهتر از دههای قبل نیست. من 3 مورد رو پیروزم تو کنفرانس اشاره کردم، فقط میخوام براتون بگم. یکی محرومیت از دارو و درمان هستش، زندانیانی که محروم از دارو و درمان هستن. خود ماها، من و خیلی شما و مردم میدونن که دهه 60 از زندانی از دارو و درمان محروم بود، خیلی پتا محروم بودیم. ولی این بار فرق میکنه، میزان سیستماتیک بودن این قضیه از نظر از طرف جمهوری اسلامی تو زندان ها متفاوته. حسب فیزیکی مرگ خاموش زندانیان هستش و این رو مداما دارن پیاده میکنن و وضعیت زندانیان 10 برابر بدتر شده، 100 برابر بدتر شده. مسئله انتقال زندانیان به زندانیان با جرایم عادی چیزی بود که قبلا هم وجود داشت، در طول دههای گذشته هم وجود داشته و زندانیان برای تنبیه به زندانی عادی میفرستادن. در این مدت خیلی متفاوت هستش، کاملا میخوان زندانی رو از بین ببرن. سوید عربی رو جایی بردن که هر لحظه جونش در خطر هستش.
همین روز بود که زنان درایش قرچک مورد زد و شتم قرار گرفتند. خاتمه های زندانی رو به زندانهایی بردند که مریضی های عفونی و مصری در اون هستش، برای اینکه حس فیزیکی شو کنند که جمهوری اسلامی درست نداره شامشو کنند. چیزی که میخوام من اینجا بگم اینه که از این جنبم به طرز وحشتناک متفاوت هستش وضعیت بدتر شده، بهتر نشده. تجاوز به زندانیان دهه ۶۰ و دههای دیگر تجاوز به زندانیان بود، خیلی وقتا اغلبا قبل از اعدام بود و یا به زندانیان تجاوز میکردن که به خاطر از در اثر شکنجه وضعیت کنترل‌پذیرشون ثبات خودش رو از دست داده. ولی در زمان تغییر و این دورش بیشترین میزان تجاوزات صورت گرفته، تجاوز با پرخون، تجاوز با بطری و تمام اینها. زندانی رو هم که سه روز روز تحصیل کرده در بهش تجاوز کرده بودن، خیلی میخوان در مورد تجاوز صحبت کنن به خاطر مسئله آسونی نیست افزاز روحی روانی در موردش صحبت کنن. و در نتیجه وقتی که نگاه میکنیم وضعیت زندانها به شدت بدتر و بدتر شده، اما اعتراضات بیشتر شده، خیلی هم بیشتر شده. طبعاً یکی ممکنه بپرسه چرا؟ بخاطر اینکه وضعیت ایران، شرایط ایران، اعتراضات در ایران هرچه بیشتر و بیشتر شده. وقتی که نگاه میکنیم به اون وضعیت و اعتراض زندانیان، اون دوباره میخوام شما رو مراجعه بدم به اون سؤالی که از اول ازتون بکنم. چه تصویری میگیری؟ ببینید، زمانی که دیکتاتور در هر کشوری وقتی که شکنجه میکنه، فقط شکنجه جسم و روح اون زندانی رو تحت تاثیر قرار نمیگیره. شکنجه در واقع تاثیری فراتر، هدفی فراتر داره. قرار روح و وحشت رو تو جامعه بذاره. قرار زمانی که زندانی رو شکنجه میکنن میدونن خونوادش چقدر تحت تاثیر قرار میگیره و شکنجه رو به قصد این میکنن که من و شما توی جامعه مورد در واقع ترس فرمون بکنم و دست وارزه بکشیم. شکنجه صرفا به اون زندانی در واقع رکیبی نداره. اعدام های دست جمعی، فشار به زندانی برای اعتراف و تمام اینا، حبس‌های طویل مدت، تمام اینا چیزهایی هستن که هدفی فراتر از اون داره. جمهوری اسلامی و هر دیکتاتوری میخواد ما فقط شکنجه رو بیاد داشته باشیم. وقتی تو آرژانتین همین الان وقتی نگاه میکنیم به اون ناپدید شدن مبارزین به شکنجه شد که همین الان با یک فعالی از اینجا صحبت کردم، هنوز خیلی جرأت ندارن در موردش صحبت کنن چون نمیخوان در موردش صحبت بشه. هدف جامعه بود، هدف روح و وحشت بود. پس وقتی که برمیگردم به اون سوالی که میگم، اگر وقتی در مورد زندانیان سیاسی، وقتی در مورد دهه ۶۰، وقتی در مورد اعدام‌ها فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟ سعی کنید فقط روح و وحشت به ذهنتون نیاد، چون لیبیا جمهوری اسلامی کار خودشو کرده. در این حال ما باید نگاه بکنیم زندانی دهه ۶۰ که اونجا شکنجه میشد، کسی صداشو نمیشنید. قبل موقع اینترنتی نبود، خبر اطلاع رسانی به اون شکل نبود. نمیخواد ما فقط لیبیا داشته باشیم چجوری زجر کشید. کسانی که در گروه‌های دست جمعی خفته هم و کسانی که پدر و مادرانشون هر سال میرن خاوران، نمیخوان فقط یا به یاد داشته باشیم گروه‌های خاوران رو، گروه‌های دست جمعی رو، میخوان به یاد داشته باشیم که چه مقاومتی کردن، میخوان به یاد داشته باشیم که در اون حالتی که هیچ کسی خبر نداشت، بدترین بلاها رو سرشون آوردن، فریاد آزادی سر دادن. میخوان اینو به یاد داشته باشیم. من میخوام من و شما صحبت کنیم از اعتراض زندانی، نه فقط از شکنجه و زندانش. باید افشاگری کنیم. وقتی که سهیل عربی در وضعیت بدی هستش، فریاد میزنه من صدای نسلی بودم که قبول نکرد در واقع نسل سوخته باقی بمونه. وقتی که آتنا دایمی برمیگرده میگه اگر عدالت طلبی، اگر آزادی خواهی جنایت هستش، من با افتخار در کنار مردمی هستم که در واقع دست به این مبارزه میزنم، با افتخار میگم یک جنایتکار هستم. زینب جلالیان چشماش داره کن میشه، این خیلی مهمه. در بدترین وضع موجود هستش،
ولی چیکار میکنه؟ میگه که ای جنایتکاران، صدای آزادی خواهی رو از پشت میله های زندان میشنوید. رامین حسینزاده همین امروز رفتن ملاقاتش. وقتی لابلای خبر رو میخونه میگه رامین روحیش خیلی خوب بود. من چیزی که میخوام بگم عزیزان، خیلی مهمه که ما در مورد وضعیت زندانی های سیاسی صحبت کنیم، ولی چیزی میتونه مبارزه برای آزادی زندانی های سیاسی، مبارزه برای عدالت خواهی رو خیلی بیشتر جلو ببره، مبارزه جامعه در مبارزه مردم ایران در رو بیشتر رو برکس کنه، اینه که ما حتما در رابطه با مبارزه این عزیزان صحبت بکنیم، در رابطه با مقاومتشون صحبت بکنیم، در رابطه با اینکه زندانی واقعا اوج فریاد هستش. و این داره این پیام دیگه به دنیا میده، داره به دنیا میگه که علیرغم چهار دهه در کوب خونی، ولی هنوز اعتراض در جامعه وجود داره. یعنی این پیام، و به نظر من این یک رسالته، این مهمه. بهترین راه این که بتونیم در مقابل ترور و وحشت جمهوری اسلامی که به خیال خودش داره کار میکنه و تا حالا نتونسته کار رو پیاده بکنه، این هستش که در کنار این صحبت بکنیم. وقتی که در مورد رامین حسینزاده صحبت میکنیم، میگیم مردم، رامین داره به ما میگه که بیایم و اعتراض بکنیم. وقتی که شما در مورد مادر ستار پشتی به خود دیروز در کنفرانس مادر رهانه در موردش صحبت میکرد و میگفت که یک زن مشاله شده، تمام خونش عکس ستار هستش. این رو میبینیم، قلبمون به در میاد، گریمون میگیره، بغض گرمون رو میگیره. من میگم واو، این مادر با تمام اینها داره چیکار میکنه؟ یه بار یادتونه گفت که کسی نمیدونه در منو بپره، من باید در رابطه با ستار صحبت کنم. سلام برادر محمد نمرودی که اونا خیلی اشاره کردن، ما دیروز برادرش رو یکی از سخنرانان کنفرانس بود، عکسهای سلام رو اونجا تو کنفرانس نشون دادیم. من میتونم انتخاب بکنم فقط اون تصویرهای وحشتناک رو که اون در آینده خواهید دید انتخاب کنم، اون رو قبول کنم، ولی ادعا میکنم که چی باشه این هستش؟ سلام جوانی هستش که ورزشکار بود، کسی هستش که عکس قبل و بعدش قابل مقایسه نیستش، ولی هنوز معترضه. جمهوری اسلامی نتونسته و نمیتونه اون روحیه اعتراضی رو، اون مبارزه رو، اون آزادی خواهی رو، اون برابر رو در طلبی رو از هیچ کدوم از این زندانیان بگیره، از هیچ کدوم، یعنی از هدو بگیره. و من از شما میخوام که در این روز جهانی صدای اعتراض زندانیان سیاسی باشیم. هر کدوم از ما وظیفه داریم که صداشون باشیم و اعتراض، مقاومت و واقعا شجاعتشون رو همه جا معرفی کنیم. ازتون خیلی تشکر میکنم.